آسمان آبی و گلهای زرد، ترکیبی متفاوت از رنگها که نقاش طبیعت در روستای قلعه ملک فریدن طراحی کرده. تپه‌ای به وسعت 3 هکتار که پر شده از گلهای خودرو. این منظره که شما ملاحظه میکنید یکی از مناظر طبیعی و بکر شهرستان هست که تپه‌های تاریخی شهرستان هم هست که قبرستان ارامنه رو اون قرار داره. این قبرستان متعلق به دوره صفویه است و بیش از 400 سال قدمت داره. محلی ها به آن گلدرون یا گلدره میگویند. مراسم ارامنه اینجا داشتن به اسم گلدرون، به خاطر همون مراسم اینجا رو میگن تپه گلدره. اما نام علمیش چیز دیگری است. گلهایی که مشاهده میکنید و به صورت درخچه ای هستند در اصل یک نوع روز هستند از خانواده روزاسه، یعنی یک گونه نسترن وحشی هستند که تو منطقه ما منحصر به فرد هستند. ارتفاعشون هم بین 80 تا 120 سانتی متر میرسه. اصطلاحا به اینا روزهای رونده میگن، چون شاخهای جنبی داره که به صورت رونده در حال پیشروی هستند. چه تماشایی است، وزش باد و رقص نسترن‌های وحشی. روی کوه و تپه ها گل‌های خود رو، گل‌های خود رو، نرگس و آلاله ها رویده هست. نسترن‌های وحشی که به وفور در شهرستان فریدن یافت میشه و بیشترین سطح اون مربوط به روستای قلعه ملک هست، گلدهیشون تا اواسط خرداد ماه ادامه داره. سید داوود موسوی، خبرگزاری صدا و سیما، فریدن.